به سرویس خبری ساعت 8 از غزنویان خوش آمدید. امروز شب 29 ماه سنبله خورشیدی که برابر است با 19 سپتامبر 2020 میلادی در نخست مهمترین رویدادهای روز. خواست رئیس جمهور کشور از طالبان برای آتش بس. کشته و زخمی شدن بیش از 8 تن در اثر انفجار در ولایت بلخ. تلفات بر نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولایت کندوز. و ثبت 22 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در واکنش به ترور ایوب خان غریوال معاون شورای ولایتی پکتیا از بین بردن مردم بیگناه را از سوی طالبان غیر قبول دانسته و از طالبان تقاضا کرده آتش بس بشری را بپذیرند. فایق ابراهیم زاده گزارش می دهد. رئیس جمهور کشور در واکنش به ترور معاون شورای ولایتی پکتیا یک بار دیگر از گروه طالبان خواست تا آتش بس بشری سراسری و دائمی در کشور را بپذیرد. به نقل از دفتر رسانه‌ای ارگ، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در واکنش به ترور ایوب خان غریوال معاون شورای ولایتی پکتیا ادامه کشتار مردم بیگناه را از سوی طالبان غیر قابل قبول دانسته است. وی به خاطر حفاظت از هموطنان، جلوگیری از خشونت و رویدادهای تروریستی و رسیدن مذاکرات صلح به هدف مطلوب یک بار دیگر از طالبان تقاضا کرد که آتش بس بشری سرتاسری و دائمی را که همانا خواست مردم و حکومت افغانستان است بپذیرند. رئیس جمهور همچنان ضمن محکوم کردن ترور آقای غریوال به ارگانهای مربوطه به خاطر بررسی همه‌جانبه رویداد و مجازات عاملین آن هدایت داد. گفتنی است که ایوب خان غریوال معاون شورای ولایتی پکتیا صبح امروز در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه بلندمنزلها در شهر گردیز مرکز پکتیا کشته شد. پلیس پکتیا میگوید که تحقیقات برای شناسایی عاملان قتل ایوب غریوال جریان دارد. تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. انفجار موتر بمب‌گذاری شده در بلخ یک کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. مقام های امنیتی ولایت بلخ تایید می کنند که در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در این ولایت یک نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس ولایت بلخ با تایید این خبر گفت که این رویداد پیش از 6 امروز در ولسوالی دهداده این ولایت رخ داده است. داود قادری گزارش می دهد. عادل اضافه کرد مواد انفجاری در موتر نوی کرلا جاسوسی شده بود و در منطقه خاصپز ولسوالی دهدادی ولایت بلخ انفجار کرد. با گفته وی این حمله انتحاری موتر حامل هاشم خان احمدزی از فرماندهان وابسته به امنیت ملی را هدف قرار داده است. سخنگوی پلیس ولایت بلخ تایید کرد در این حمله یک تن از نیروهای امنیتی ملی افغانستان کشته و 8 تن دیگر به شمول هاشم خان احمدزی زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تاکنون کدام فرد و یا گروهی به عهده نگرفته است. شایان ذکر است که حمله انتحاری در شرایط رخ داده که روند مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در کندوز. 11 نیروی امنیتی و 42 طالب کشته و زخمی شدند. یک منبع امنیتی در ولایت کندوز میگوید که طالبان شب گذشته بر بخش‌هایی از ولسوالی علی آباد و خان‌آباد این ولایت حمله کردند. با گفته او افراد گروه طالبان روستای مدرسه خلیگدا قاسم علی و ارزبیگ ولسوالی علی آباد این ولایت را به تصرف خیش درآوردند. علیرضا صمدی گزارش می‌دهد. منبع افزود که طالبان دو پاسگاه نیروهای امنیتی را در روستای مدرسه انولسبالی آتش زدند. با گفته او در پی این درگیری‌ها دو سرباز پلیس کشته شده و 5 تن دیگری آنان زخمی شدند.
طبق معلومات منبع، درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در روستای ارباب فضل علی آباد هنوز هم ادامه دارد. او افزود که گروه طالبان بالای دو پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه عکس داوود ولسوالی خان‌آباد نیز حمله کردند. در این حمله نیز 3 نیروی امنیتی کشته شده و طالبان 4 تن دیگرشان را با خود بردند. عبدالهادی نظری سخنگوی قلردوی 217 پامیر میگوید که حمله طالبان به ولسوالی علی آباد کندوز عقب زده شده است. به گفته او در پی حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی 20 عضو طالبان کشته شده و 15 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام های محلی غزنی از تلفات گسترده مخالفان مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی ادعا می کند که در جریان یک درگیری و حملات هوایی شب گذشته در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 27 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند. آقای جمعزاده می گوید که اولی ساعت 2 بامداد امروز شنبه طالبان مسلح در ساحه اسکرکوت ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی بر یک بیز امنیتی ارتش محلی حمله کردند. با گفته وی در این درگیری و در نتیجه حملات زمینی و هوایی که برای مدت 3 ساعت در این ساحه رخ داد 27 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. وی می افزاید که در میان جان باختگان این رویداد ادبای پاکستانی نیز موجود هستند که در صفوف طالبان مسلح علیه نیروهای امنیتی افغان می جنگیدند. گفته می شود که در این درگیری ها 2 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. تیر شپه شاوخوا 2 بجه وسلوال و مخالفین و چې پاکستانی اتباع هم ورسره و د غزنی ولایت قره‌باغ ولسوالۍ د اسکرکوټ پر سیمه کې د محلي اردو پر روبیز باندې حمله ترسره کړې او چې دغه حملې شاوخوا 3 ساعته دوام درلودل. د ځمکني هوایي ځواکونو ملاتړ هم رسېدلې ده چې په ترڅ کې یې وویستنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وکړې ده. دغو وسلوالو مخالفینو په ډله کې پاکستاني اربا هم موجود دي او 2 سرګروپان چې عاکف او ابو منصور دي دا هم وژل شوي دي. په دغې نښته کې له نیکه مرغه چې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي کسانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده وکړې، یوازې 2 سرتیري سطحي زخمیان شوي دي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ ده. بر اساس یک خبر دیگر، دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی با پخش خبرنامه ادعا کرده است که حوالی ساعت 1 بامداد امروز طالبان مسلح بر کندک ارتش ملی در ولسوالی اندر ولایت غزنی حمله کردند که در نتیجه ضد حمله نیروهای امنیتی 7 مخالف مسلح دولت کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مورد مثبت ویروس کرونا در شبانه روز گذشته در کشور به ثبت رسیده. وزارت صحت کشور در گزارش روزانه اش اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته از میان 95 نمونه مشکوک به ویروس کرونا نتایج 22 مورد آن مثبت شناسایی شده است. به گزارش وزارت صحت، مورد جدید در ولایت های بلخ، ننگرهار و کنر به ثبت رسیده است. با ثبت مورد جدید شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا با 38,919 تن افزایش یافته است. داود قادری گزارش می دهد. با گفته وزارت صحت، در شبانه روز گذشته هیچ فرد مبتلا به ویروس کرونا صحت یاب نشده است. بر اساس گزارش وزارت صحت، از زمان شیوع ویروس کرونا 32,576 تن صحتشان را باز یافتند. طبق اعلام وزارت صحت، در شبانه روز گذشته هیچ مرگ ناشی از ابتلا به این بیماری ثبت نشده است. از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور تا کنون 1437 نفر جانهایشان را از دست دادند. بعد از میان برنامه با کوتاه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان باشید.